میزد ز اغراض نهان در عبادت ها و در اخلاص جان، فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو مو به مو ذره به ذره مکر نفس می شناسیدند چون گل از کرفس. موشکافان صحابه هم در آن و از ایشان خیره گشتندی به جان. میگوید که این جناب وزیر مکار بود و به ظاهر واعظ احکام بود ولی در باطن سفیر و دام بود. سفیر یعنی سود زدن، کسانی که میخواستن مرغان رو شکار بکنن این دام مینهادند و دانه میریختن و سود میزدن، صدای مرغان رو تقلید میکردن تا اونا گمان کنن مرغ دیگری در اونجاست بیان و در دام بیفتن. یعنی در باطن سفیر و دام بود. از اینجا مولوی منتقل می شود به نکته بعدی که مراقب دامه ها باید بود. بعدها هم به صورت یک مناجاتی میگه صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چون مرغان اسیر بی‌نوا، هر یکی پابسته دام نویم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم الی آخر.